سلام، زی هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. پیرو این قولی که داده بودم که به مرور شروع کنم توضیحات ویدیویی و مطالب رو به صورت تصویری آموزش بدم و توضیح بدم، این هفته رو اختصاص دادم به مرور تحلیل آنچین توی هفته نامه‌ای که هفته پیش منتشر شد. یه کمی با تأخیره به خاطر که دارم امکانات و حالا وسایل مورد نیاز رو برای ضبط صدا و تصویر آماده می‌کنم. گفتم یک مرور هفتگی بکنیم، گرچه که یک کمی فاصله افتاد، ولی مطالبی که تو این هفته نامه سعی کردم با کمک دوستام تهیه بکنم اینه که مطالبی هست که شاید لزوماً به درد یک روز و دو روز نخور، یعنی شاید تا چندین ماه و حتی مدت طولانی تر لازم باشه برگردیم و این مطالب رو مرور کنیم. موضوع اصلی که بهش اشاره شده تو این هفته نامه اینه که ببین بررسی کنیم که ببینیم زمانی که فرایند کف‌سازی، حالا کلمات فارسی سازی شده شاید کمی بد باشه، ولی من سعی میکنم که از کلمات فارسی استفاده کنم برای که به نظر میرسه مخاطبا بیشتر علاقه دارن کلمات فارسی باشه، ولی زمانی که فاز کف‌سازی، جایی که اصطلاحاً فروشنده ها فشارشون انتظار میره که به پایان رسیده باشه، اون فاز خصوصیتاشو میایم دنبال میکنیم، برمیشماریم و از طرف دیگه میایم مقایسه میکنیم. خب حالا اگر فرض کنیم این خصوصیت رو تشخیص دادیم، امروز روز که توی جولای سال 2022 هستیم، چقدر از این مسیر رو رفتیم و نسبت به چرخهای قبل الان ما کجا هستیم. این به این معنا نیست که لزوما چرخهای قبل داره اجرا میشه، تکرار میشه، ولی توی مبحث تحلیل کردن شما باید به داده‌های آماری بیاید رجوع کنید و یک دید آماری و محاسبات آماری اول نیاز داره که ببینیم توی اون تاریخچه اون سیستمی که داریم ما داریم خروجیشو به صورت آماری بررسی می‌کنیم چه اتفاقاتی افتاده، بعد شانس و احتمال این که قدم بعد چی خواهد بود، قدم‌های بعد چی خواهد بود رو با توجه به دیتاهای تاریخیش محاسبه کنیم. همیشه این رسمه که توی این هفته نامه گلسول ما با این شروع میکنیم که توضیح میدیم توی این هفته ای که گذشت قیمت توی چه رنجی جابجا شده بود، یه چیز سنتیمنتال و حالا به بسم الله هفته نامه هست. هفته پیش، هفته که گذشت و حالا ما الان تو هفته بعد از اون هستیم، ولی تو اون هفته که موضوع این هفته نامه هست، ما بین قیمت 18971 تا 22230 دلار آمریکا قیمت بیت کوین نوسان پیدا کرد و همونجور که گفتم توضیحی که ما میخوایم تو این هفته نامه بدیم اینه که توزیع ثروت توی فازی که اسمشو میذاریم باتم دیسکاوری، یعنی جایی که کف سازی میشه و بازار میخواد دیگه خود کف خودشو کشف کنه، حالا بر برایند تمام عوامل متفاوت قرار دست به دست هم بدن و کف بازار تشکیل بشه. الان ما میخوایم اونو بیایم بررسی کنیم با تاکید بر دو تا از بازیگرهای خیلی مهم بازار، ماینرها و دارندگان بلند مدت. چرا این دو تا بازیگر؟ چون عملاً در فازهای آخر بازار خرسی، منظورم از آخر نیست که فردا قراره بازار خرسی تمام بشه، ممکنه چندی، حالا همینجور که توی این هفته نامه مرور میکنیم میبینیم نه لزوماً یک روز و دو روز نیست، ولی تو اون فاز آخر بازار خرسی ما معمولاً ماینرها رو داریم و دارندگان بلند مدت، یعنی این دو تا بازیگر. برای همین میایم تمرکز میکنیم رفتار اینا توی چرخه یکی مونده به آخر، حالا چرخه سال 2018-2019 یه رفتار جالب دیده میشد، یعنی که فعلا صرفا به قیمت نگاه کنیم. به نظر میسید بعد از اینکه آل تایم های یا حالا همون نقطه بیشینه چرخه قبل تکرار شد، به مرور قیمت شروع کرد به ریزش و ما تو این میون یک سطح قیمتی خاص، حالا دلیلشو بیریم بررسی کنیم ببینیم پشت پرده چی بوده که این 6000 دلار شبیه یک، حالا من نمیخوام از لفظ حمایت استفاده کنم، شاید به نظر برسه بحث تکنیکاله، ولی نه، صرفا چیزی که توی چارت داریم میبینیم که آقا قیمت 6000 دلار شبیه این بوده که شبیه یک حمایتی عمل کرده که قیمت وقتی به این مرحله میرسه دوباره یک جهش قیمت داره. اصطلاحا اینجا به این فاز دارن میگن فاز یه جورای تفهیم بازار خرسی به بعضی از بازیگر. یعنی چی؟ یعنی بعضی از بازیگرها توی بازار شاید هنوز قبول نکردن که بازار بازار خرسی است و بعد از هر برخوردی به یک سطح قیمتی اون
بخش از بازیگرها که بازیگران با دید کوتاه مدت هستن دوباره وارد بازار میشن و با این موج قیمتی شروع میکنن به خرید کردن و ما یک چنین رفتار میبینیم که حالا توی حالا زبان انگلیسی به این میگن dead cat bounce، یعنی انگار که یه گربه مرده که با این که مرده بازم یک حالت حرکت، حالا اون نرف سیستمش یا هر چیزی که هست یک حرکتی از خودش نشون میده. اینم بازار خرسی است، ولی یک رالی قیمتی ما تو این برخورد به این سطح قیمتی، حالا 6000 بوده اینجا، لزوما نمیتونیم بگیم عدد قابل پیش بینی بوده ولی یک دلایل پشتش بوده، میبینیم اینو این ادامه داشته برای 11 ماه. بعد توی یک فازی از بازار که حالا ما اسمش رو می‌خوایم بذاریم فاز تسلیم، یعنی اسمش فاز تسلیم بازار است، این نقطه شکسته شده، یعنی دیگه قیمت بازار فشار خریدش توانایی مقاومت در مقابل فشار فروش نداشته و چیکار کرده؟ بازار ریزش پیدا کرده. دقیقاً همون فاز تسلیمی هست که شما اگر فرض کنید کف رودخونه باشه که یه سری شن باشه، شن‌های حالا روی بستر سنگ مانند باشه، با هر موج آب ممکن این شنها از بین برن، ولی به یک جایی میرسه که این شنها عملا تکون میخورن، حالا شنهای لایه پایینتر اصطلاحا کانسالیدیتر شدن، محکمتر هستن، به هم چسبیترن، موج قویتری نیازه، ولی به مرور این از بین میره و یک جایی به سنگ سفت میرسه. شما فرض کن اینو اتفاق افتاده، این موج آخر، این تسلیم آخر بازار دقیقاً همون موجی است که مقدار زیادی از این شنهایی که مدت‌ها مقاومت کردن در مقابل این جریان یا این فشار روانی بازار خرسی مقاومت داشتن و ما اسم این نقطه رو می‌ذاریم نقطه بریک داون، نقطه که دیگه همه اصطلاحاً تسلیمشون شروع میشه. حالا خیلی جالب بود مشابه این الگو، نه شبیه این که قیمت‌های پایین‌تر از آل تایم های رو ما می‌دیدیم تو این چرخه، ما حدود 30000 دلار هم چنین رفتاری رو ما میبینیم، ولی خب شاید خیلی ها بگن آقا ما یه آل تایم های دوم دیدیم. این بحث قیمت و بازار خرسی یه بحثی است که باید در ادامه یا بارها به امورش بحث بشه. این که بازار خرسی گاویه برای بعضی ها فقط با قیمت تعریف میشه، ولی برای کسایی که دنبال، یعنی کسایی که دیدشون نسبت به بازار خرسی فرا از قیمته، فعالیت شبکه رو میسنجن، این که آقا چقدر رونق در این شبکه اقتصادی که حالا بیت کوین باشه یا یک ارز دیگه باشه وجود داره، چقدر ازش استفاده میشه. وقتی که میایم این داده ها رو بررسی میکنیم به نظر میاد همون آل تایم های اول دقیقاً آل تایم های از دید آن چین هم بوده، یعنی الان که نگاه میکنیم اینجور به نظر میرسه. اون آل تایم های دوم صرفاً به نظر میرسه به خاطر نقدینگی زیادی که توی بازار فیوچرز بود و فقط انگار قیمت مسیر خودش رو از داده‌های آنچین جدا کرد توی آل تایم دوم. ولی به هر حال اون 30000 دلار یا یک چیزی شبیه ساختار قیمت 6000 دلار رو ما تو چرخه ببینیم و شکسته شدن اون 30000 دلار به نظر میرسه همون شرایطو داره تداعی میکنه که چی؟ که قیمت فشاری آورد به بازار علاوه روانی که اون کپیتولیشن یا اون فاز تسلیم اتفاق افتاد. و حالا جالب اینجاست که حالا تو چرخ قبل ما تا قبل از این بریک داون یک حالت تعادل داشتیم پیدا می‌کردیم و بعد قیمت 83% نسبت به آل تایم های ریزش داشت، الان حدوداً 72.3 و این به این دلیل نیست که حتما، به این معنا نیست که حتما ما به 83 می‌خوایم برسیم، فقط برای دید مقایسه. ولی اما از دید کلی، یعنی اگر شما یک زوم اوت بکنید و برگردید عقب، شباهت رو میشه دید که این مقاومت که روی 30000 دلار میشد با 6000 دلار شباهت زیاد داره. حالا میریم ببینیم که این دلیلش چی بوده، چه چیزی پشت این مقاومت هست. خب ما برای که بخوایم این اتفاقی که از این نقطه آل تایم های تا این نقطه کف رو بیایم مقایسه کنیم، از این حالا آل تایم های دوم تا این نقطه که امروز، حالا در واقع میشه 7 روز قبل، اتفاقی که پشت پرده داره میفته رو بیایم بررسی کنیم، ما اومدیم اینو به صورت یک انیمیشن درآوردیم. این یک نمودار است، حالا اسمش رو UTX و Realized Price Distribution هست، ولی خب شما حالا فرض بر این بذارید شبیه یک چرت که ما بیت کوین ها رو بیایم بریزیم روی یک سری داخل سبد های متفاوت از قیمت آل تایم های تا قیمت کمینه اون چرخه، حالا قیمت کمترین قیمتی که بیت کوین به خودش دیده، بیایم 100 تا سبد بذاریم و هر روز بیایم نگاه کنیم ببینیم بیت کوین هایی که توی بازار هستن تو چه قیمتی خریداری شدن، بیایم بیت کوین ها رو بریزیم داخل اون سطح و بشماریم که تعداد بیت کوین های مثلا قیمت 12000 دلار چقدره، چند تا دونه هستن، اینو هر روز بیایم رصد بکنیم. بعد میبینیم که چقدر جالبه از نقطه آل تایم های چه اتفاقی داشته میافتاده.
اگه دقت کنیم ما از اون خط خاکستر رنگ قیمت هست که حالا ببینید تونتون داره تکون میخوره، قیمت هفتگی است، هر هفته چه قیمتی بوده. میبینیم که زمانی که آل تایم های زده شده، الان دوباره کمی ویدیو ساب کنیم که ریست بشه، این قیمت داره کم کم ریزش پیدا میکنه، حالا کمی نوسان داره، شبیه همون دد کات باز، شبیه یک آهنربا عمل میکنه. چرا؟ چون داره تو اون قیمتی که داره تکون میخوره یه سری بیت کوین معامله میشه، اونجا شما تجمع کردن، یه مدت طول میکشه بالای 6000 دلار اگه دقت کنید، بعد دوباره یک ریزشی به سمت 6000 دلار، این چند بار به 6000 دلار نزدیک میشه، قیمتا رو جذب میکنه، بیت کوین ها رو جذب میکنه، انگار شبیه آهنربا. وقتی که به قیمت 6000 دلار میرسه، یک میبینید بیت کوین دوباره تو این رنج قیمت 3000 دلار تا 6000 دلار که این رنج قیمتی هستن، چطور میشه شروع میکنن جابجا شدن و به شدت هم تجمیع، یعنی انگار آهنربا قوی تر میشه. میبینید چقدر تعداد بیت کوینی که جمع میشه زیاده. اینجا همون فاز تشکیل کف هست، جایی که اون آهنربای قیمتی به شدت فشار خرید و جذب میکنه و اینجا کفسازی اتفاق میفته. حالا خیلی جالبه که ما توی 2021 نوامبر 2021 آل تایم های 67900 خورده ای را فکر کنم 68000 دلار هم بعضی صرافی ها ثبت شد، دقیقاً همون اتفاق افتاد، یک حالت جذب کردن بیت کوین ها با حال نوسان قیمت داریم. میبینیم بعد شکست شدن 30000 دلار، میبینیم که چطور شد اینجا که هیچ بیت کوینی، تقریبا بیت کوینی که تو اون قیمت خریدار شده باشه دیگه نبوده تو بازار، چون فروش رفته بودن، قیمتا که بین 20 تا 30000 دلار قبلا خریدار شدن فروش رفته، عملا بیت کوین نبود. اینجا همون آهنربا یا اون فرایند کفسازی داره بیت کوین ها رو جذب میکنه، بیت کوین داره تو این رنج قیمتی معامله میشه. اینو خواستم بهتون نشون بدم که بدون این پشت پرده داره چه اتفاق میفته. ولی بریم اینو در ابعاد ریستر، یعنی بیام اگر یک شیش وجهی بیام بررسی کنیم، این الان یک دید کلی به این شیش وجهی بود، بیام حالا از وجه های مختلف به این داستان نگاه کنیم. اول بیام نگاه کنیم همونجوری که توضیح دادم که مخصوصا تو این فاز بریک داون، فازی که دیگه بازار تسلیم میشه، کیا توی بازار میمونن، خریدارا کیا هستن و فروشنده ها کیا هست، کی داره به کی میفروشه. تو این فاز بازار عملا دیگه دارندگان بلند مدت توی بازار موندن و ماینرها. بیام نگاه افراد با دید بلند مدت کنیم، حالا اسمشون دایموند هندز هم میذارن، دایموند هندز حالا دستای الماسی، نمیدونم حالا دلیلش چی بوده، ولی کسایی که مقاومت زیادی نشون دادن تا الان نسبت به ریزش قیمت ها و معمولا نگهدارنده بیت کوین هستن، اینا رو باید خیلی دقت کنیم که ببینیم اینا چه رفتاری از خودشون نشون میدن. آیا تو این چرخه اون میزان از تسلیمی که توی چرخه قبل دیدیم از این بازیگرها دیده شده یا نه؟ اینو بیایم بررسی کنیم، جواب سوالو میدیم، خود خواننده یا شنونده میاد این تصمیم رو میگیره که این قضاوت که باید بکنه نسبت به این شرایط امروز چی هست. ما یعنی من سعی میکنم خودم سراغ نتیجه گیری نرم و بیشتر سعی کنم داده و خوندن داده رو به مخاطب نشون بدم. اولی معیار که خیلی معیار جالبی هست، میاد نگاه میکنه که حالا اسمش رو لانگ ترم هولدر، یعنی همون دارندگان بلند مدت، SOPR اسپند آوتپوت پرایس ریشیو. حالا خیلی ساده شو بخوام بخوام مفهوم ساده شو بگم، شما فرض کنید یک سری ماشین داره امروز توی شهر فروخته میشه. این SOPR یعنی چی؟ یعنی بیایم هر فرد رو نگاه کنیم بگیم آقا شما ماشین تو چند داری میفروشی؟ 100 میلیون تومان. چند خریدی؟ 50 میلیون تومان. SOPR ایشون میشه 2، یعنی دو برابر قیمت خریدش داره بیت کوین رو میفروشه. حالا تو یک شرایط ایدئال فرض کن این نفر ماشینش رو 50 میلیون خریده، الان داره 25 میلیون تومان میفروشه، SOPR این میشه نیم. اگه بیایم SOPR تمام لانگ ترم هولدرهایی که امروز خرج کردن رو نگاه کنیم، اگر میانگین افراد عدد بالای 1 نشون بده، یعنی چی؟ یعنی اون افراد با دید بلند مدت داشتن با سود میفروختن، با سود حدودا 100%. حالا مثلا نگاه کنین توی تاپ‌های قیمتی 20 رو ما دیدیم، این البته لگاریتمیه این محور وای، مثلا 10 رو دیدیم، یعنی 10 برابر به صورت میانگین بالای قیمت خریدشون میفروختن توی تاپا. توی این تاپ قیمتی ما حدودا 7.8 و 7.5 فکر می‌کنم حالا بیشتر قیمت بود. ولی وقتی عدد زیر 1 رو میبینیم یعنی چی؟ یعنی اون افراد با دید بلند مدت به هر دلیلی، حالا دلیل‌ها رو بررسی میکنیم، برایند فروششون در قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید خودشونه، اونایی که دارن میفروشن. اینو توجه کنیم، ما اگه وقت صحبت از این میکنیم که SOPR گروه فلان عدد نیمه، نه که همشون دارن میفروشن، اونایی که دارن میفروشن با چه نسبتی از قیمت خریدشون دارن میفروشن. اگه دقت کنیم تو چرخهای قبل، مثلا چرخه 2014-2015، حدود 402 روز که بالای یک سال میشه تقریبا،
ما زیر عدد یک بودیم، یعنی یک سال این دارندگان مجبور بودن معاملاتی که دارن میکنن رو در ضرر انجام بدن، نه همشون، برایندشون، و کمتر عددی هم که دیدیم نیم بوده، یعنی به صورت میانگین توی یک کف قیمتی حدودا در 50% ضرر افراد بدیده بلند مدت داشتن فروش میداشتن. حالا مثلا توی چرخه 2018-2019 حدودا 48، یعنی داشتن 52% ضرر کردن اون افرادی که داشتن میفروختن برایندشونه. و میبینیم که توی چرخه قبل مثلا حدود 328 روز، تو دوره کووید حدود 50 روز این افراد در ضرر جابجا میکردن، حالا اونا که در حال جابجا کردن برایندشون در ضرر بوده، ولی با 20% حدودا ضرر. توی هفته قبل، این هفته نامه برای هفته قبله، حدودا 51 روز ما در بازه‌ای بودیم که افراد با دید بلند مدت، همون دایموند هند ها، افراد مقاوم، حالا از لحاظ روانی یا هر چیزی که بخوایم اسمشو بذاریم افراد مقاوم، 51 روز بوده از روزی که شروع کردن در ضرر بودن. خیلی جالبه که توی کف قیمتی قبلی هنوز اینا 4-5 برابر از قیمت خریدشون داشتن نقد میکردن، و همینجور که میبینید این رفتار ریزش این نمودار در این نشون میده که بازار از نظر این دارندگان عملا خرسی بوده از همون تاپ اولی، شبیه چرخه های قبل. پس یکی از علتهایی که این تناقض ها بین داده های آنچین و واقعیت بازار اتفاق میفته اینه که آنچین رفتاری که داره اتفاق میفته رو میبینه، همون رو گزارش میکنه، ولی اون تفاوتی که توی بازار دیده میشه به خاطر اینکه فرایند به دست اومدن قیمت توی بازار یک فرآیند به شدت پیچیده است. یعنی لزوماً توی بازار اسپات که میتونیم بگیم مفهومش به دادهای آنچه نزدیکتری، قیمت ساخته نمیشه، بازاری معرفی شد، بازار مشتقات، و اونم نوع پرپچوال یا با نقدینگی به شدت زیادتر از قیمت بازار دریویتیو سنتی. حالا اینا رو من نمیخوام خیلی بحث کنم، ولی خیلی جالبه که این بازار به نظر میرسه از همون آل تایم های اول سال 2021 بازار خرسی بوده، ولی خب علاوه قیمتی ما یه آل تایم های هم این میون زدیم، در صورتی که تو چرخهای قبل یک نوسان، یک تاپ های پایین تر از تاپ قیمتی آل تایم های داشتیم. پس از اون نظر، از لحاظ افراد بلند مدتی که در ضرر معامله میکردن، ما کمتر عددی که دیدیم بودن 6700، یعنی 33% داشتن با ضرر میکردن، و بازه زمانیش 51. شما میتونید با بازهای قبلی مقایسه کنید ببینید چه نتیجه میگیرید. از یک نظر دیگه، یعنی شما داریم نگاه میکنیم به ضرری که نقد شده، ما میتونیم به ضرری که نقد نشده هم نگاه کنیم. یعنی چه؟ یعنی همون مثال ماشینا رو بریم نگاه کنیم. امروز مثلا پراید سال 90 200 میلیون تومان، 150 میلیون تومانه داره معامله میشه این قیمت. میریم از اکس، آقای ایکس یا آقای وای میپرسیم شما ماشین امروز 100 تومانه، ماشینی تو چند خریدی؟ میگه من 50 تومان خریدم. ایشون نمیخواد معامله کنه، ولی قیمت خریدش 50 است. ایشون نسبت به قیمت خریدش دو برابر قیمت خریدشی توی سوده. پس این میشه سود نقد نشده. ممکن از آقای وای بپرسیم که شما ماشین چند خریدی؟ میگه 200 میلیون تومان خریدم. امروز چنده؟ 100 میلیون تومان. ایشون 50% نسبت به قیمت خریدش در ضرره، ولی ضرر رو نقد نمیکنه. به اینا میگیم ضرر نقد نشده. در واقع این هست که فشار میاره به یک بازیگر، یعنی ضرر نقد نشده فشار روانی میاره به یک گروه که بخششون ضررهاشون رو نقد میکنن. پس این معیار که MVRV هست، یا Market Value Ratio to Realized Value، یعنی Market Value to Realized Value رو اگه بخوایم نگاه کنیم، میگه قیمت مارکت، قیمت بازار به Realized Value که میشه قیمتی که براش پرداخته، این فشار روانی رو میاد نشون میده. یعنی اگه اون اثر فشار روانی رو معیار SOPR در نظر بگیریم، دلیل این SOPR که داره در ضرر میفروشه این فشار روانی. چرا؟ چون قیمت خریدش زیر قیمت بازاره. و مثلا اگه دقت کنید تو چرخهای قبل، حالا مثلا از سال 2011 اگه نگاه کنیم، ما مثلا 3600 دیدیم، یعنی که افراد بلند مدت 68% زیر قیمت خریدشون بودن. حالا آیا همشون داشتن نقد میکردن؟ خیلی جالبه، مثلا همون 2015 افراد بلند مدت به صورت میانگین در 54% نسبت به قیمت خریدشون در کمینه قیمت قرار گرفتن. سال 2015 36% در ضرر بودن، ولی حالا کیا نقد کردن، با چقدر نقد کردن رو، با چه نسبتی از ضرر نقد کردن رو باید بیایم تو نمودار بالا ببینیم. ولی میزان زمان ها ببینید، 300 روز 138 روز در مقایسه با حالا 400 روز 328 روز. خیلی جالبه نگاه کنید، مثلا 138 روز میانگین قیمتیشون زیر قیمت بازار بوده، ولی خیلی قبل تر از اون حدود 200 روز بیشتر
اینا داشتن در ضرر، اونایی که میفروختن کسی اون که داشتن در ضرر قرار میگرفتن، ولی به صورت برایند اونایی که نگه داشتن هولد کردن حدود 138 روز تحمل کردن و قیمتی و زیر قیمت خریدشون داشتن میدیدن. حالا تو این بازار امروز ما چیز حدود 27 روز حالا که با 7 روز امروز بخوایم مقایسه کنیم 34 روز هست که حدودا اینا توی اون بازه هستن که فشار روانی روشون زیاده و میزان فشار روانی رو اگر بخوایم اندازه بگیریم اینا مثلا 36 درصد 54 درصد 68 درصد توی چرخهای قبل بهشون فشار اومده، الان حدودا 14 درصد در بیشترین حالت به این دارندگان بلند مدت فشار اومده. شما میتونید میزان فشار روانی رو اندازه بگیرید، حالا واکنش فشار روانی تحت فشار روانی کمتر با یک فشار روانی بیشتر توی بازار، این چیزی است که خود خواننده با تصمیم میگیره آیا ما قرار اونقدر فشار بهمون وارد بشه. من تعبیری که به کار میبرم برای کسایی که حالا در ارتباط هستن، میگم بازار روزهای بدتر رو دیده. اگر معیار اون رو این دوتا پارامتر بذاریم، در واقع حداقل از دید زمانی، حداقل حالا ما نمیتونیم لزوما قیمت قرار بریزه و این افراد در اون ضرری قرار بگیرن که 52 درصد در ضرر قرار بگیرن معامله کن نسبت بر مقایسه با 33 درصد، ولی علاوه زمانی مدت زمان بسیار کوتاهی در مقابل چرخهای قبل فاز تسلیم این بازیگران بلند مدت. حالا اگر بیایم نقاط مشترک این دو تا نمودار نگاه کنیم، جایی که هم در ضرر معامله می‌کردن هم فشار روانی روشون بوده، یعنی بیایم اصطلاح حالا بچه‌هایی که پروگرامینگ میکنن اند بذاریم بین دو تا کاندیشن، یعنی بیایم بگیم کاندیشن A ساتیسفای بشه کاندیشن B هم ساتیسفای بشه، دو تا شرط که برقرار باشن، بیایم نگاه کنیم این فاز مشترک بازار کجاها بوده. خیلی جالبه که افراد با دید بلند مدت اون فازی که هم فشار روانی روشون زیاد بوده هم نقد میکردن در اون فاز فشار روانی چه زمانی، توی سال 2014-2015 اگر بیایم برایند این دوتا رو در نظر بگیریم چیز بوده 11 ماه تو این فاز قرار گرفتن، توی 2018-2019 چیز بوده 6 ماه قرار گرفتن، توی بازار خرسی الان حدوداً 1 ماه هست که هم فشار روانی روشون زیاده هم در ضرر معامله میکنن، یعنی هم SOPRشون زیر یکه هم MVRVشون زیر یکه. اینا معیارها رو بیایم بررسی کنیم که خیلی به نظر من بعدها به درد میخوره. حالا اون SOPRشون یا میانگین قیمت فروششون نسبت به قیمت خریدشون 67 درصد قیمت بازار قیمت بازار نسبت به قیمت خریدشون 67 درصد یعنی چی؟ یعنی 33 درصد پایین تر از میانگین قیمت خریدشونه و قیمت خریدشون اگر بخوایم حس بزنیم چیز بوده 22300 است. برای همین می‌بینیم الان 22300 به معنی که به 22000 نزدیک میشیم خیلی از این افراد با دید بلند مدت احتمالاً به قیمت خریدشون این بازار نزدیکه و شروع میکنن کش کردن، نخ کردن، فشار فروش احتمالاً زیاد اینجا خواهد بود و رد شدن از این به این معنی است که دوباره اعتماد به نفس به این دارندگان بلند مدت به قدری باز خواهد گشت، ولی اینو باید رصد کنیم، چیزی نیست که قراره تا یک سال دیگه 22300 باشه، اینو باید هر روز حالا یا هر هفته بررسی کنیم. خب حالا برای که بیایم یک قدم برگردیم عقب‌تر بگیم چرا توی یک بازار خرسی افراد با دید بلند مدت‌تر اصلا اهمیت دارن، چرا افراد با دید کوتاه مدت دیگه اهمیت ندارن، بخوام دلیل ساده و عامیانه‌شو بگم، دلیل شوت شدن این افراد از بازار به سمت بیرونه، شوت میشن و میرن بیرون. الان اینو توی نمودار داره میبینیم، شما فرض کنید که میزان بیت کوین هایی که در ضرر هستن اندازه‌گیری کنید، ببینیم آقا چند درصد بیت کوین ها در ضرر قرار گرفتن تو چرخ‌های قبل. ببینیم تو چرخ‌های مثلا 2014-2015 ما چیز حدود 58 درصد توی چرخه 2018-2019 چیز حدود 50 درصد کل بیت کوین ها در ضرر قرار گرفتن، الان چیز حدود فکر کنم 44.7% هست که ما در بیت کوین ضرر. پس در نگاه اول میزان سهمی از بازار که در ضرر هست نسبتاً کمتر از چرخ قبل، میگم چرخ قبل چه زوده 50 تا 58 درصد بوده، الان 44 درصد از کل بیت کوین ها در ضررن. این حالا البته مربوط به 7 روز پیشه، ولی خب خیلی قیمت متفاوت نیست. الان 44.7% از این کل بیت کوین ها در ضرر هستن، یعنی شما فرض کن اگه 100 تا بیت کوین داشته باشیم 44.7% از این بیت کوین ها در ضرر هستن. حالا اگر بیایم خود بیت کوین های در ضرر رو ببینیم، میایم میبینیم آخرین جایی که بازار شروع کرده چی برگرده شروع کنه روندش رو تغییر بده، یعنی حدودا آخر این فاز تسلیم. اگه دقت کنین این رنگ آبی سهم افراد بلند مدت از ضرر نشون میده، رنگ قرمز سهم افراد کوتاه مدت از ضرر رو نشون میده. میایم میبینیم که
توی چرخهای قبل چیزی حدود 87 88 90 درصد است کل بیت کوین های در ضرر توی کف بازار خرسی در اختیار افراد بودید بلند مدت بوده. یعنی دامیننس افراد بلند مدت از بیت کوین های در ضرر چیزی حدود 90 حالا 86 87 90 درصد الان 63 درصد. یعنی چی؟ یعنی هنوز تو بازار افرادی هستن که کوتاه مدت وارد بازار شدن، اینا بیت کوینشون در ضرره و تعدادشون هم کم نیست. دو راه اینا دارن، یا باید انقدر صبر کنن بیت کوین خودشون هولد کنن و تبدیل به افراد با دید بلند مدت بشن که سهم این افراد بلند مدت رو زیاد میکنه، یا باید بفروشن به کی؟ به افراد بلند مدت با دید بلند مدت. اون این اتفاقه نسبت به چرخهای قبل هنوز جا داره که بیفته. آیا میفته؟ واقعا نمیشه بگی، ولی اگر آمارا نگاه کنی از سه تا بازار حالا من یه بازار خرسی 2011 اینا نشون ندادم، ولی از سه بازار گذشته، از سه اتفاق گذشته، یا حتی دوره کووید رو بهم نگاه کنیم، از چند اتفاق بزرگ گذشته، همیشه سهم افرادی که بلند مدت بودن در بازار از بیت کوین که در ضرر هستن بالای 85 درصد قرار میفته. الان حدودا 63 درصده. یعنی چی؟ یعنی هستن افرادی که هنوز الان میبینی قرمزه، افرادی هستن که از بازار هنوز به اندازه کافی شوت نشدن. آیا اینا شوت خواهند شد؟ نمیدونیم، ولی احتمال شوت شدنشون نسبت به داده های تاریخی کم نیست. پس جا داره. و اینم دقت کنید، شوت شدن اینا بیرون از بازار به این معنی نیست که حذف بشن. ممکنه لازم باشه که زمان بیشتری صبر کنن. یعنی ممکنه چیزی که من میخوام خلاصه بگم، حالا آخر این بحثم بهش اشاره میکنم، اینه که اگر عوامل فشار روانی توی بازار خرسی رو دو تا بدونیم، یکی ریزش قیمتی، یکی هم صبر کردن و زمانه، به نظر میرسه که اون قیمت اثر خودشو گشه. آیا یعنی قیمت نمیریزه؟ من اینو نمیگم، میگم یعنی که اون قیمت، اون بریک داون زیر اون مقاومت روانیه. یعنی اون خدمتتون عرض کردم که گفتم این 6000 و 30000 دلار اون مقاومت قیمتی شکسته شده و قیمت اون ریزشی که نسبت به بازار قبل داشته، نه اندازه اونها ولی مشابه اونها ریزش داشته، ولی فاکتور زمان که فشار وارد میکنه علاوه روانی به اندازه بازار قبل هنوز دیده نشده. آیا قرار به اندازه بازار قبل ما ثبت داشته باشیم؟ اصلا هیچ اعتبار نیست. ولی شما وقتی میخواید در مورد چیز ناشناخته گمانه زنی کنید، وزن خروجی هایی که مشابه با گذشته هستن رو میتونید بیشتر بدید. میگه احتمال این که گذشته تکرار بشه تو یک سیستم ناشناخته چی؟ این احتمال بیشتره. و زمانن و اندازه‌تن به نظر میرسه که دارندگان بلند مدت هنوز جای اینو دارن که ضرر بیشتری رو متحمل بشن. بعدش بریم سراغ یک خاصیت دیگه بازاره خرسی. حالا خیلی جالب بود این هفته نامه رو که داشتم می‌نوشتم همزمان شد، چون توی گلاستود ما معیار جدیدی رو که می‌سازیم میایم معرفی می‌کنیم توی اون نیوزلترامون یا هفته نامه‌مون، بر اساس بازخوردی که از مخاطبمون می‌گیریم اون متریک رو تغییر میدیم، عوض می‌کنیم. حالا این معیار جدیدی که من خودم داشتم انجروش کار می‌کردم، از شانس روزگار توی این هفته نامه اومد. این معیار چیو می‌خواد بررسی کنه؟ این معیار چیو نشون میده؟ حالا که صحبت از بازار خرسی شد و نشون دادیم، مخصوصا توی نمودار که داینامیک بود نشون دادیم که افراد دارن انگار که شبیه که آهنربا اون قیمت داره بیت کوین ها رو جذب میکنه، میخوایم ببینیم که این تغییره، این تکون خوردن این قیمت ها از قیمت خرید به قیمت بازار که حالا اون خاکستر رنگه نمود دیگه هم داره. اینجا میخوام اینو بررسی کنیم. میایم سراغ یک معیاری که دنبال چیه؟ دنبال این هست که بیاد بررسی کنه آقا دارندگان کوچک و بزرگ، به جای که به زمان نگاه کنیم به اندازه های والت ها نگاه کنیم، یعنی کسایی که والت هاشون ریزه و کسایی که والت هاشون درشته. حالا این مرز ریز و درشت رو عدد خاصی مد نظر مثلا بگیم بیت کوین های مثلا زیر 10 یا 100، نه، چون خود همین مفهوم کوچکی و بزرگی خودش یه چیز داینامیکه. مثلا ممکن بود 10 سال پیش 1000 تا بیت کوین یه عدد خیلی کم باشه، یعنی عددی نبود، یک فرد ممکن بود 1000 تاشو تو یک معامله کنه، ولی الان یه بیت کوین خودش چند ده هزار دلاره و این کوچک و بزرگی یک مفهوم داینامیکه. شما فرض کنید تو این معیار مفهوم کوچک و بزرگی هم داینامیکه، یعنی به مرور زمان 10 سال دیگه نگاه کنیم ممکنه والت‌های بزرگ والت‌هایی که بالای 5 تا بیت کوین داشته باشن باشه. میدونید چی میگم؟ یعنی به بحث میزان دلاری داستان نگاه کنید. خب
حالا کوچیکا رو از بزرگها شما فرض کنید ما جدا کردیم، میزان فعالیتشون رو به یک روش داره میسنجه. من وارد ریاضیات مسئله نمیخوام بشم چون واقعا مربوط نیست به این هفته نامه، ولی فرض کنید که خط قرمز رنگ داره میزان فعالیت انتیتی ها یا حالا همون نهادها یا والت های درشت نشون میده، خط آبی رنگ داره میزان فعالیت دارندگان با سایز والت کوچیک نشون میده، احتمالاً ریتیلر ها. حالا چه جوری اینو مقایسه میکنیم؟ ما میایم بررسی میکنیم، میبینیم تو این هفته حال مثلا تو یک نقطه مثل این نقطه نسبت به یک سال گذشته میزان فعالیت چقدر بوده. اگر زیر عدد یک قرار بگیره یعنی چی؟ یعنی آقا نسبت به یک سال قبلش فعالیت ها کمتر شده تو این هفته، در واقع داره جواب این سوالو میده. دیدیم توی بازار سنتی میگه آقا بازار شلوغه، یک مفهوم انتزاعی و ذهنیه. حالا فرض کن اینو ما میتونیم تو آنچین با عدد اندازه‌گیری کنیم که آقا نسبتاً بازار نسبت به یک سال گذشتهش شلوغ هست یا نه. اینو میتونیم نسبت به 4 سال گذشتهش نگاه کنیم، ولی بازار یک ساله رو در نظر بگیریم چون اون صورت‌های مالیاتی شرکت‌ها دارن وارد میشن. معمولاً نگاه کردن یک ساله یک پشتوانه توی حالا اقتصاد سنتی داره و زمان کوتاه‌تر گرفته چون بازار بیت کوین پویاست، هر سال داره یک سری اتفاق میفته. پس برای همین به همین دلیل ما نگاه به سابقه یک سالش میکنیم، میبینیم که تو بازار خرسی گذشته این معیار زیر یک میومد، هر دو، هم یعنی هم انتیتی های بزرگ هم انتیتی های کوچیک از بازار به مرور خارج میشدن. برخلاف این توی پیکای بازاری به شدت این معیار بزرگتر می شده و نشون میده که هم افراد با دید کوچکتر، هم افراد با دارایی کوچکتر و افراد ریتیلرها و هم افراد با دارایی درشت‌ها که حالا نهادها و شرکت‌ها یا شاید دهنگ‌ها باشن فعالیتشون زیاد می شده، ولی تو بازار خرسی جفتشون فعالیتشون کم می شود. حالا اتفاق جالبی که افتاد اینه که تو این چرخه دارایی‌های بزرگ فعالیتشون شبیه چرخ‌های قبل عین بازار گاوی، حالا اون فاز پارابولیک، افزایش پیدا کرد، ولی ریتیلر ها به اندازه چرخهای قبل وارد بازار نشدن. این خیلی جالب بود تو این چرخه. حالا نظریات متفاوتی که از نظریات این بود که افراد تمرکز، افراد ریتیلر مخصوصا تمرکزشون رفت روی بازارهای نقد و بازارهای یو اس دی بیس مثل فیوچرز، یعنی بیت کوین اونجا معامله نمیشه. بیت کوین واقعی بین افراد درست جابجا شد، یعنی اون حالت اسپات و معامله واقعی بین انتیتی ها اتفاق افتاد. ریتیلر ها مشغول بازار فیوچرز بودن، یعنی اون پول نقدشون به جای که بیت کوین بخرن حالا وارد والت کنن بعد بیان بفروشن بیت کوین واقعا جابجا کنن، قول بیت کوین رو جابجا میکنن، یعنی رفتن به جنگ معاملات فیوچرز. و اینو میتونیم ببینیم. و جالب اینجاست که به نظر میاد حالا همونجوری که ابتدای این نیوزلتر گفتم برای ریتیلرها بازار خرسی شد توی بازار اسپات، ولی خب ما یه آلت تایم های جدید داشتیم، ولی اون افراد با دید بلند مدت چه کار میکردن؟ فعالیت خودشون ادامه میدن. و خیلی جالب اینجاست که توی ریزش اخیر دوباره فعالیت نهادها زیاد شد، که البته یکی از این پیکای لونا بود، یعنی فعالیتشون زیاد شده انتیتی های بزرگ باقتی که لونا مجبور شد مجبور فروش کرد. حالا این پیک دوم رو هم میگن که بسیار از این مثلا سلسیوس یا بقیه انتیتی ها حالا نه به صورت رسمی شروع کردن بیت کوین هاشون رو کش کردن، یعنی این ورود انتیتی های بزرگ و شرکت ها داره یه تغییری توی کاربرد شبکه بیت کوین ایجاد میکنه که حالا فعلا ما ابتدای مسیر هستیم ولی داریم میبینیم. ولی نکته که لازم به ذکر هست اینه که حتی با این ریزش نسبی نه ریتیلرها و نه شرکت‌های بزرگ نسبت به سال گذشته فعالیتشون رو زیر یک نه، یعنی نسبت به سال گذشته هنوز فعالیتشون اینقدر ریزش نکرده. پس نشون میده چی؟ نشون میده با همه این ریزش‌ها و با همه این اتفاقای منفی که افتاده نسبت به چرخ‌های قبل هنوز ما روزهای بدتری داشتیم از دید میزان فعالیت در شبکه. این معیار خواستم معرفی کنم، البته برای من که افتخاریه واقعا وقتی یه چیزی رو میذاریم و حالا اسم خودم ببینم، باور کن بیشتر از این که یه ایرانی این کارو میکنه خوشحال میشم. شاید حالا کمی شعار زده باشه، ولی من خیلی دوست داشتم که مثل من یعنی کسایی بیان و درگیر بشن به جای که تو جامعه ما درگیریم باشیم که این مفاهیم به این پیچیدگی رو بخوایم فعلا اهمیتش رو اثبات کنیم، درگیر این مسائل پیش افتاده باشیم، افراد رو تربیت کنیم که اینو، چون این ابتدای راهه، یعنی ما توی جامعه میتونیم صدها متخصص داشته باشیم که بیان خودشون این معیار رو استخراج کنن. خیلی دست نخورده است این دنیای آنچین. حالا بحث رو منحرف نکنم، بریم سراغ بازیگرای
رده دومی که گفتم اهمیت دارن ماینرها در کنار اون دارندگان بلند مدت، که خیلی از این همین ماینرها در واقع دارندگان بلند مدت هم هستن، یعنی اینا یک سری مشترکات بین هم دارن، یعنی بعضی از دارندگان بلند مدت ماینرها و بعضی ماینرها هم دارندگان بلند مدت هستن. بیایم نگاه ماینرها کنیم از لنز ماینرها، همون دو تا معیاری که اون بالا صحبت کردیم SOPR و معیار یه معیار متفاوت دیگه میتونیم برای ماینرها نگاه کنیم، ولی یه چیز مشابه ترش پیول مالتیپل، یک معیاری هست که آقای پیول دیوید پیول درستش کرده، میاد نگاه میکنه آقا درآمد ماینرها نسبت به یک سال گذشتهش چقدر ریزش کرده. اگه دقت کنین تو چرخهای قبل مثلا درآمد ماینرها توی کفش مثلا به حدود 35 صدم 41 صدم توی دور کووید توی سال 2018-2019 تا 31 صدم، یعنی چی؟ مثلا 31 صدم یعنی 69% درآمد ماینر نسبت به یک سال گذشتهش کاهش پیدا کرده بود، یا تو دور کووید حدودا 59% درآمدشون کاهش پیدا کرد تو اون کف کف، یا توی ببخشید ریزش سال 2021 فکر میکنم می و جون 2021 بود 55% درآمدشون ریزش که حالا همون چاینا بند بود در واقع. همین اتفاقا رو میتونیم ببینیم که درآمد اینها نسبت به یک سال گذشتهشون چقدر کم شده. این خط نارنج رنگ رو نشون میده که آقا این 6 دهم پایین که قرار میگیره، حالا 6 دهم چرا انتخاب کردیم؟ چون به نظر میرسه این همون فاز تسلیمه جایی بوده که از 6 دهم دیگه ریزش میکردن، در واقع ماینرها هم تحت فشار روانی قرار میگرفتن. در کنار اون فشار روانی که از بابت کاهش درآمد بهشون وارد میشده، یعنی مثل همون این شبیه همون MVRV، یعنی یک فشار روانی بهشون وارد میشه، ولی لزوما به این معنا نیست که این افزایش فشار روانی قراره باعث فعالیت یا تغییر رفتار ماینرها میشه. حالا ما میام رفتارشون رو بررسی میکنیم. Difficulty ribbon compression که حالا نمیخوام ریاضیات پشت رو میگم، چی رو بررسی میکنه؟ اینه که حدودا ماینرها چقدر خاموش کردن، چقدر فعال هستن نسبت به تایم 90 روزه یا حالا فکر کنم 120 روزه. حالا کامپرشن رو نمیدونم چه معیارهایی فکر میاد بررسی میکنه، ولی اینو در نظر بگیرید که این محور بنفش رنگ نشون میده چقدر ماینرها نسبت به یک بازه زمانی گذشته، مثلا حالا فکر کنم 120 روزه باشه، تو این هفته اخیر نسبت به 120 روز گذشته یا 180، اینو باید بررسی کنم، فعالیتون کم شده یا زیاد شده. میبینید که تو این فشار روانی که داشته وارد میشده بعد از این 6 دهم این ماینرها یک شات داونی داشتن، ماینرها این افیشنت، یعنی که مصرف برقشون از اون بیت کوینی که تولید میکردن هزینهش بیشتر بوده و اینا خاموش کردن، اینجا فاز تسلیم بوده. حالا ما بیایم نگاه کنیم بگیم جایی که درآمد حدودا 40% کمتر از یک سال گذشتهش بوده، یعنی پیور مالتیپل 6 تام قرار بگیره و یک اند هم بذاریم و میزان ریزش فعالیت ماینرها یا حالا همون خاموش کردنشون، اون معیاری که حالا اندازش قرار میگیره زیر 1 دهم قرار بگیره، حالا 1 دهم معنی چیه رو نمیخوام سرتون رو درد بیارم، این دوتا رو اند بذاریم و نگاه کنیم به نقاطی که این دوتا شرط جفتش برقرار بوده، به این فاز زرد رنگ میرسیم، جایی که زرد، جایی که ماینرها هم فشار روشون زیاد بوده هم فشار که بهشون وارد شده رو باعث تغییر رفتارشون یا خاموش کردن ماینرهاشون شده. این فاز رو اگه بیایم بررسی کنیم میبینیم که فاز اخیر، حالا اگه فاز تیکه ممتدش رو در نظر بگیریم، چیزی حدود فکر میکنم اگه دقت کنم حدود 9 ماه یا 8 ماه بوده، اینجا توی کووید یک چند روز داشتیم و بعدش که قیمتم برگشته بود بازم ماینرها یه مقدار واکنششون دادن و خاموش کردن، اینجا فشار روانی هم روشون زیاد بود. الان میبینیم که علاوه زمانی حداقل ما اون مقدار فشار دوباره، یعنی دوباره به همون نتیجه میرسیم که به نظر میرسه علاوه قیمتی نگاه، الان ما چیز در مقایسه با چاینا بن، حالا نه حتی بیشتر از چاینا بن به ماینرها فشار اومده، ولی نه به اندازه کف قیمتی سال 2018-2019، پس قیمتاً به درآمدشون فشار وارد شده زمانن، ولی هنوز اون مقدار فشار رو تحمل نکردن، ولی میتونیم ببینیم که ماینرها دارن از سیستم علی همون خط بنفش نگاه کنن، وقتی نزولی هست یعنی که ماینرها دارن خاموش میکنن، پس تاثیرشون گذاشته، شروع شدن کپیچولیت دارن میکنن، تسلیم دارن میشن. تنها تفاوتی که میتونیم ببینیم که زمانن ما زمان بسیار کمتری نسبت به چرخ‌های قبل گذروندیم. حالا اگر بخوایم یه دید دیگه نداشته باشیم که آقا ماینرها که بهشون فشار اومده آیا واقعا هم فروختن یا فقط خاموش کردن، چون نگاه کن وقتی به ماینرها فشار میاد چند تا رفتار از خودشون، یکی خاموش کردن ماینرها هست، یکی فروختن ماینرهاشون هست. میبینیم که بله مثلا تو اون ریزش لونا، تو تایم لونا میزان فروش ماهانه شون به حدود 4470 بیت کوین هم رسیده، که حالا در مقایسه با اون تسلیمی که تو اون فاز اتفاق افتاده که بین 2500 تا 5000 بوده عدد قابل توجهی بوده. مثلا توی قبل از بوران هم میبینیم ماینرها به هر دلیلی یک فروشی داشتن، این
فروشی داره میره. البته ببین توی آل تایم های ما خروج برای ماین را میره و اینا در سوده، اینا مسلما در سوده. ما میایم نگاه اون تکای میکنیم که بازار ریزشی بوده. الان ببین خط نارنجی رنگ دقیقاً هم فاز تسلیم ماین را میبینه که تو فاز تسلیم ماین را بین 2500 تا 5000 تا فروش داشتن. ما الان میبینیم که آره توی ریزش لونا ما اینقدر ریزش داشتیم. حالا 11 جولای که حال بوده هفته پیش بود ما بودن 1000 تا در ما با نرخ 1000 تا بیت کوین در ما ماینرها هنوز دارن کپچولیت میکنن و فروش داشتن. بخوام همه رو بخوام با هم جمع کنم، دو تا نتیجه کلی رو ما میگیریم. یکی این که هم ماینرها هم دارندگان بلند مدت که از مهمترین بازیگرای باقی مونده توی بازار هستن اصطلاحاً وارد فاز تسلیم شدن، مخصوصا علاوه قیمتی فشارشون زیاده، ولی علاوه زمانی فشار روانی که باید تحمل میکردن هنوز تحمل نکردن. اما این به این معنی است که قرار حتما اتفاق بیفته. شما به عنوان مخاطب فقط بدونید زمانن فشار روانی که چرخهای قبل به این بازیگر وارد شده بیشتر بوده و به نظر میرسه که دارندگان بلند مدت، کسایی که بیشتر از 6 ماه بیت کوین نگه داشتن، هنوز جای ضرر کردن بیشتر رو دارن تا به نقاط مشابه در تاریخ برسن. ولی واقعا بازار کلا همه بازارهای مالی سیستم پیچیده‌ای هست و همونقدر که قابل پیش بینی هستن همونقدر هم غیر قابل پیش بینی هستن. ما فقط محدودیت‌های پیش بینیامونو در نظر می‌گیریم. مثلا آنچنی محدودیتی داره، این به این معنا نیست که یک روش یا یک بررسی رو بذاریم کنار. فقط این احتمالا رو ما اندازه‌گیری می‌کنیم، بر اساس این احتمالا ما رفتار بعدیمون رو میایم تنظیم می‌کنیم. این کلیاتی بود که تو این هفته نامه بهش اشاره شد. یکم هم 10 دقیقه بیشتر از اون زمانی شد که خودم در نظرم بود، اما خواستم این توضیحات اضافه رو بدم. امیدوارم که استفاده کنید، امیدوارم که وقت بشه و این معیارها رو بیشتر توضیح بدیم. ولی هدف من و روش من بیشتر به این صورته که میگن در میدان یاد بگیرید. اگر میخوام معیار توضیح بدم داخل یک هفته نامه باشه، نه که یک جزوه بی‌معنای تئوری ویدیویی بشه. شاید یه روزی مجبور بشم این کارو کنم، ولی بیشتر دوست دارم که مخاطبا مطالب و حین استفاده یاد بگیرن. اگر سوالی چیزی داشتید حتما توی تویتر یا توی ایمیل cryptowizard@protonmail.com حتما بپرسید. من خیلی خوشحال میشم سوالا رو جواب بدم. امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید و به امید سود. حالا من بیشتر امید کسب سواد میکنم برای همه تا کسب سود کنم. سود مالی مسلما مشتقی از سود، ببخشید، یه مشتقی از داشتن کسب دانشه. و این آرزو میکنم که همه تو هر زمینه که دارن کار میکنن هر روز نسبت به دیروز به دانششون به علمشون افزوده بشه، چون اون منتهی به سود مالی هم مسلما خواهد شد. موفق باشید و پیروز.